و در محیط اجتماع عدالت وقتی که حاکم باشه، تو زندگی خودش با همسرش، با فرزندش، با همسایش، با همکارش، با دوستش، با همکلاسش عدالت رفتار میکنه. وقتی که عدالت حاکم باشه، حکمت ها ارتقا پیدا میکنه و انس و محبت در اون جامعه زیاد میشه و اونجا دیگه نگاه الهی و خدایی بخشی از زندگی قرار نمیگیره، روح حاکم بر زندگی هست. بسیار خیلی متشکرم. ما انشالله پاسخگوی سوالات مهدوی شما هستیم. اگر در خصوص مهدویت، امام زمان، آخرالزمان سوال دارید، به راحتی میتونید با ما ارتباط داشته باشید. سامانه پیام کوتاه ما فعال هست، همین الان سوالات شما به دست ما میرسه. 10251 در اختیار شما عزیزان هست. عزیزی برای ما پیامک فرستادن، جناب نصوری، و گفتن این موضوع غیبت امام زمان که حالا خیلی هم طولانی شده، آیا اختصاص به امام زمان داره یا اینکه نه، نمونه و مصداقش رو در گذشته داشتیم؟ بله، اصلا یکی از مسائلی که امام صادق میفرماد، فرد میگه که آقا غیبت طولانی خواهد شد، حضرت میگه بله، میگه چطور؟ میگه اون سنت انبیای الهی باید انجام بشه. سنت چیه؟ میگه سنت همان غیبته. مثالی عرض کنم، مثلا حضرت یوسف علیه السلام غائب بود از منظر عده‌ای، یعنی او رو حتی برادرها تا نزدیک یوسف بودن اما یوسف رو نمیشناختن. یعنی سنت غیبت نسبت به حضرت موسی علیه السلام، نسبت به حضرت عیسی علیه السلام، نسبت به حضرت شعیب، حضرت نوح، حضرت صالح در انبیای الهی بوده. نسبت به خود وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، غیبت حضرت بر اساس روایات دو بخشه. یک غیبت، غیبت صغرا داریم ما، یک غیبت، غیبت کبرا داریم ما. غیبت صغرا که به صورت مصطلح شده، میگن از زمان شهادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام، یعنی در 8 ربیع الاول سال 260 هجری، حضرت به پرده غیبت رفته. منتها مرحوم شیخ مفید در کتاب الارشاد یه نکته میگه، میگه که آغاز غیبت صغرا از زمان تولد بوده، یعنی اون 5 سالی که اونم جزء حساب، بله اونم جزء دوران غیبت صغرا حساب میکنن، یعنی میشه در نیمه شعبان سال 255 تا سال 329. این 69 سال یا این 75 سال میشه دوران غیبت صغرا. دوران غیبت کبرا که الان در دوران غیبت کبرا هستیم، انشاءالله روزی به اتمام برسه، به ظهور ختم بشه انشاءالله، از سال 329 هجری تا به حال هست. اون تو نکته‌ای که هست و اون نکته اینجاست، غیبت به معنای نبود نیست، به معنای بود حضرت هست. یعنی حضرت وجود داره، در بین ما هست، به تعبیر بعضی از بزرگان میفرماد شما نسبت به حضرت غائبید که او رو نمیبینید، ولی حضرت شما رو میبینه تو زندگی باهاتون. بعضیا در زمان ظهور میگن این آقای بزرگوار رو ما در طول زندگیمون دیده بودیم یا در موسم حج با ایشون برخورد کرده بودیم و ارتباط داشتیم. اون نگاهی که غیبت هست، غیبت به معنای پنهانکاری است، نه به معنای بیکاری هست، که انسان ها این توجه رو داشته باشن. در زمان غیبت نسبت به امام زمان مثل دوران خود اماما میمونه. در زمان امیرالمومنین شیعیانی بودن، از امام دور بودن ولی مطیع امام بودن. هنر اینه که انسان از این ظرفیت غیبت استفاده بکنه، غیبت رو برای خودش حضور امام فرض بکنه، اون نکاتی که در زندگی باید رعایت بکنه به نحو احسن انجام بده. خب ما خیلی خوشحال میشیم عزیزانی که لطف میکنن پیامک میدن و سوالات مهدویشون رو برای ما ارسال میکنن. اگه مایل بودن اسم و یا فامیل خودشون رو یا شهر و دیار خودشون رو هم برای ما بگن که ما سوال رو با اسم خودشون مطرح بکنیم. پرسیدن که عزیزی 919 شمارهشون هست، 4 شماره آخرشون هم 3690، گفتن آیا حضرت عیسی سرباز امام زمان علیه السلام خواهد بود؟ چون در هر دورانی حجت خدا و ولی خدا هست، امام زمان در زمان خودشون حجت خدا و ولی خدا روی زمینن، یعنی امام هستن. و حضرت مسیح علیه السلام وقتی که حضرت بیت المقدس تشریف میبرن، حضرت مسیح ظهور میکنه و با نزول حضرت مسیح علیه السلام اقتدا به امام زمان علیه السلام میکنه. نمازی که میخونن، نمازی که حضرت در بیت المقدس میخونن، حضرت مسیح اقتدا به حضرت میکنه، نشون میده که حضرت مسیح هم مطیع امام زمان علیه السلام خواهد بود. بعد تو دوران مسیحی‌ها اینها میپذیرن امام زمان ما رو یا خیر؟ طبیعیه، اونهایی که در معرفت به حضرت مسیح داشتن، یعنی چون این نگاه به منجی و توجه به بحث حضرت مسیح علیه السلام، خب در بین خود مسیحیان اعتقاد به این قضیه هست و اونا معتقدن حضرت مسیح میاد و جهان رو پر از عدل و داد میکنه. منتها عدل و داد کردن حضرت مسیح علیه السلام همراهی است با
اون چیزی که ما میگیم، یعنی با امام زمان علیه السلام. در روایات داریم که با بیعت حضرت مسیح جمعیت زیادی از مسیحیان هم با امام زمان علیه السلام بیعت میکنن و مسلمان میشن. خب یکی از سوالاتی که به دست ما رسیده بحث دعا برای وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست. یکی از عزیزان زائرمون برای ما پیامک فرستادن، حالا من یه مقدار سوال ایشون رو توضیح میدم. جناب استاد نصوری که به ما خیلی توصیه کردن، سفارش کردن که برای سلامت حضرت دعا بکنیم، برای تعجیل در ظهور و فرج حضرت دعا بکنیم. میخوام ببینم که واقعا دعاهای ما چقدر مؤثر هست. این عزیز سوالشون این هست که واقعا اگر ما دعا بکنیم در سلامت حضرت، در ظهور و فرج حضرت تأثیرگذار هست، این دعاهای ما ثمری دارد یا خیر؟ دعا طلب خواستنه. وقتی که من دعا میکنم برای سلامتی حضرت، یعنی حضرت رو میخوام، حضرت رو دوست دارم. وقتی دعا میکنم برای فرج حضرت، یعنی فرج امام زمان رو میخواهم، خودم رو میخوام شریک در بحث ظهور امام زمان علیه السلام بکنم. خود حضرت هم خیلی تأکید داشتن اکثر دعا به تعجیل الفرج، زیاد دعا خیلی حضرت میفرماید برای فرج من دعا کن. پس قطعا اثراتی برای خودش داره. اینقدر اثرات داره که مرحوم موسوی اصفهانی کتابی داره به نام مکیال المکالم، دو جلد، توصیه میکنم بزرگواران به خصوص عزیزان که اهل منبر هستن این کتاب رو، آثار و برکات و فواید دعا برای امام زمان علیه السلام اونجا اومده. همراهی با حضرت میشن، شریک میشیم برای سلامتی حضرت. بالاخره حضرت هم مثل ما انسان ها دارای جسمه، مثل ما داره زندگی میکنه. قطعا هم او هم برای دفع بلا برای حضرت باید دعا کنیم، همونجوری که برای عزیزان خودمون دعا میکنیم. گرچه خدا هم حجت خدا رو مواظبت میکنه، مراقبت میکنه، اما ما هم باید شریک بشیم در این قضیه که بگیم حضرت تو هم دوست داریم، اظهار محبت بکنیم و با دعا کردن هم میتونیم توجه خودمون رو و امید خودمون رو به امام زمان و ظهور امام زمان بیشتر بکنیم. و به نوعی برای انسان‌ها تو زمینه مباحث اخلاقی هم خیلی اثر داره آقای اسماعیلی، که انسان بتونه تهذیب نفسی برای خودش داشته باشه. اون آداب دعا رو اگه کسی بتونه در همه مراحل رعایت بکنه، میخواد دعا کنه برای حجت خدا، چون امام عین الله است، اذن الله است، وجه الله است، همه چیز خدا روی زمینه. پس نسبت به کسی داریم دعا میکنیم که خدای تبارک و تعالی نسبت به او قضیه خیلی توجه داره و با دعا میتونیم یک پل ارتباطی معنوی بین خودمون و حجت خدا هم برقرار بکنیم. اصلا ثمرات و نتایج دعا برای خود ما هم هست، بسیار زیاد. این که بله، برای وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست، به خود ما هم برمیگرده. قطعا همینطوره. حضرت بفرماید من از کسانی که به من ایمان دارن دفع بلا میکنم. خب کسی اگه واقعا بگه من دوست دارم نسبت به حضرت دعا کنه، قطعا بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. حضرت نسبت به ما توجه داره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه انسانهایی که دعا بکنن و توجه به امام بکنن، تربیتش، رفتارش، کردارش، منشش الهی و خدایی میشه، میشه یک انسان مخلص. مثل شیخ مفید میشه که امام وقتی که بهش خطاب میکنه میگه ای برادر مخلص من. یعنی توجهش تماما نسبت به امام بوده، امام هم به او توجه داشت و در تمام مسائل توجه و یاری به او داشت و او رو کمک میکرد. انشاءالله ما هم با دعا به نوعی یک برکات و ثمرات برای خودمون هم باشه. درست. حالا بعضی ها مقید هستن، جناب نصوری مثلا مشرف میشن به حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه، مشرف میشن به حرم آقا علی ابن موسی رضا. حالا اونایی که توفیق عمره دارن، توفیق حج دارن، بعضی از اعمال رو به نیت امام زمان انجام بده، اینا هم ثواب داره؟ یعنی میرسه به امام زمان؟ اصلا ما تأکید داریم در خیلی از روایات، اما کتاب مکیال المکارم که عرض کردم مراجعه کنن، خیلی جاها تأکید شده که میگه برای حضرت قرآن بخونید، برای حضرت دعا بکنید، نماز بخونید. حتی ما مثلا نمازهای امام زمان علیه السلام داره، عزیزانی که در قم هستن و زائرن، مثلا مسجد مقدس جمکران که به دستور حضرت بنا نهاده شده و اونجا نماز امام زمان علیه السلام هست، یعنی با این عمل و مسائل انسان خودشونو میتونن به حضرت نزدیک بکنن. موسم حج هم که اشاره کرد که الان در فضای معطر حج هستیم و مسائل اعمال حج، اینجا هم به همین شکله. یعنی خیلی یاد داریم به نیت امام زمان علیه السلام حج انجام میدن و اعمال انجام میدن. و جالبه آقای اسماعیلی، اگه ما واقعا یکی از مسائلی که میخوایم توجه داشته باشیم، مثل یه جمعی میمونه، یه دفعه مثلا یه فردی بگه من نسبت به شما خیلی ارادت دارم، دوستتون دارم، این خیلی اثر داره. یعنی کسی که در روز برای مسائل مادی خودش نذر میکنه، برای مسائل مادی خودش، حاجتهای خودش، بیمار خودش، حاجتهایی داره نذر میکنه،
نسبت به امام زمان هم این توجه رو داشته باشه. مثلا همین صدقه دادنی که ما هر روز مقید هستیم به نیت امام زمان بگذاریم، ثمرات و نتایجش به خودمون برمیگرده. قطعاً همینجوری. این حداقل کاری است که ما بتونیم انجام بدیم. موقوفاتی برای حضرت بتونن باقیات و صالحات بذارن. دعاها، زیارات، مثلا ما چقدر نسبت به ادعیه، نسبت به امام زمان علیه السلام در دعاها سفارش شده. دعای عهد و صبحا بخونن، زیارت آل یاسین چقدر تأکید شده، دعای ندبه چقدر تأکید شده. اینا مسائلی است که انسان پل ارتباطی است که بتونه نظر معنوی با امام زمان برقرار بکنه ان شاء الله. خب من باز هم یادآوری بکنم خدمت عزیزانم و بزرگواران و زائران و مجاوران حرم کریمی اهل بیت که صدای ما رو میشنوند و همچنین مخاطبین عزیز ما، بینندگان و شنوندگان گرامی، که اگر در خصوص مباحث مهدوی، آخرالزمان یا وجود مقدس امام زمان علیه السلام سوالی دارید، از طریق پیام کوتاه 10251 با ما ارتباط برقرار کنید، سوالاتتون رو ارسال بکنید، انشاءالله بتونیم جواب بدیم. عزیزی با شماره 910 چهار شماره خواهشون هم 3904 ظاهرن هست، گفتن که اگر از گناهانمون پشیمان بشیم آیا امام زمان ما رو میبخشه؟ ناکنید امام رؤوف، امام مهربان، امام زیبایی ها، در دعای عدیله میخونیم به یمنهی رزق الورا، به برکت اوست که خدا به ما رزق و روزی میده، و به یمنهی رزق الورا به وجودهی ثبتت الارض و السما، یعنی به برکت او آسمان و زمین رو خدا نگه داشته. اگه قطعا انسان ها تو زندگی اشتباهاتی میکنن، گناهانی مرتکب میشن، اگه اون نگاه خدا محوری رو در زندگی داشته باشن، اگر تقوا رو در تمام شؤونات داشته باشن، تربیتشون تربیت الهی میشه. خب تربیت یه مسئله ایست که بسیار جدی است. طبیعی است که فرزند تو زندگی خودش هم همش اینجور نیستش که مطیع پدر و مادر باشه، تو زندگیش هم شیطنتی هم بکنه. بله. ولی باز بر میگرده، جبران میکنه. اینه که اگر ما تو مسیر بندگی و اطاعت از ولی خدا هستیم که میخوایم برسیم به قله بندگی خدا، با امام رفیق باد بشیم. اگه اشتباهی هم کردیم توجه به امام رو جدی بگیریم، در پی جبرانش باشیم. قطعا امام هم نسبت به ما دفع بلا میکنه، نسبت به ما توجه داره، قطعا دست گناهکارا رو ویژه خواهد گرفت انشاءالله که بتونن اینها رو به یه سرمنزل مقصود برسونن. من همیشه وقتی که بحث گناه و معصیت احیانا پیش میاد و اینکه واقعا امام زمان علیه السلام برای ما دعا میکنه و به ما توجه داره، یاد داستان حضرت یوسف و برادرانش و یعقوب افتادم، که برادران یوسف وقتی که خطا کردن، اشتباه کردن، اومدن خدمت پدرشون و از پدرشون خواستن که براشون استغفار کنه، یا ابانا استغفر لنا. طلب استغفار اون هم از پدر. به هر صورت ما هم در این عالم هستی یک پدری داریم، پدر مهربانی داریم و اون وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست. اون موقع این پدر مهربان که شخصیت حضرت ولی عهد هست، اگر برای ما دعا بکنه و طلب استغفار کنه، قطعا دیگه دعای ایشون به درجه استجابت میرسه. همینطوره، قطعا اثرش بیشتر خواهد بود. خب خیلی متشکرم. انشالله این عزیزمون پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. سوالاتی که تو زمینه مهدویت میاد، خب برخیش حالا قابل تر هست، اهمیت داره، برخیش خیلی اهمیت نداره. بعضی از سوالاتی که گاهی ذهن خودمون رو مشغول میکنیم و شاید ثمره و نتیجه آنچنانی برای ما نداشته باشه، حالا ما تلاش میکنیم و سعی میکنیم که سوالاتی رو طرح بکنیم که حداقل معرفت افزایی داشته باشه برای ما و بتونه کمک بکنه به اینکه معرفتمون رو بالا ببره. حالا یه عزیزی همینجوری سوال پرسیدن، در واقع تو همین زمینه بحث معرفت به امام زمان علیه السلام، گفتن با توجه به حدیث من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، گفتن راه دستیابی به معرفت واقعی حضرت حجت علیه السلام چیست؟ تا کنید معرفت به امام، همجور که روایت حضرت رسول رو شما اشاره کردید، جالب این روایت من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه جز روایاتی است که در تمام منابع شیعه و سنی اومده. شاید یه مقداری تو بعضی از جا عبارات فرق کنه، ولی این روایت خیلی عجیبه که میگه تأکید میکنه نبی اکرم که امام زمان دوران خودتون رو بشناسید. این معرفت چه معرفتی است؟ معرفتی است که او حجت خدا و ولی خدا رو ببینیم. ما میخوایم برسیم به قله بندگی خدا. وقتی به قله بندگی خدا بخوایم برسیم، نیاز به یه بلد راه داریم. ما بلد راهی که تابلوها رو به ما نشون بده، بلد راهی که چاله چوله های تو مسیر رو به ما نشون بده، بلد راهی که تو مسیر به ما بگه اینجا چقدر موندید به بندگی خدا،
یعنی اون نکات بایدها و نبایدها رو انجام بدیم. مثالی عرض کنم، نکن شخصیتی مثل مالک اشتر، امیرالمؤمنین نسبت به مالک اشتر در اون بعد شهادت مالک چی میگه؟ میگه مالک نسبت به من همچون من بود نسبت به رسول الله. یعنی او کاملا انسان بصیری بود، انسان با معرفتی بود، چه ما را میدید چه ما را نمیدید همش در پی رضایت ما بود. شما بیاید شخصیت مثل آقا ابوالفضل، ما در زیارت ابوالفضل میخونیم السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله، یعنی انسانی که نسبت به امام خودش سنبل نمیکرد، هرچه در توان داشت داده. یعنی انسانهایی که معرفت دارند توجه به این دارند، از گناه خودشون رو دور میکنند، آیه دو سوره جمعه رو جدی میگیرن، یزکیهم و یعلمون الکتاب و الحکمه، یعنی دنبال این هستن که خودشونو خوب بسازن. انسانهایی که با معرفت باشن آداب زندگی با امام رو خوب بلدن. آی اسماعیلی مثالی عرض کنم، انسان منتظر به کسی میگن که معرفت داشته باشه. معرفت چیه؟ میگه ببین ظاهرش معلوم باشه. ما در دعای ندبه خیلی عینه عینه داریم. بله. مثلا یه فردی رو در یک جایی از ما سوال کنه، بگه آج آقا ببخشید مدرسه کجاست؟ از تیپ این کسی که سوال میکنه متوجه میشیم که این فرد چیه؟ دانش آموزه یا معلمه؟ وقتی که آدرس از ما میگه مدرسه کجاست، به ذهن ما میاد که این آدم دنبال کار تحصیل دیگه. وقتی که ما در دعای ندبه میگیم امام زمان کجایی؟ عین مذل الاعدا، کجایی بی ظلمان؟ پس من یک انسان منتظری باید باشم، یعنی کسی که دنبال آدرس میگرده برای امام زمان، امام زمان کجایی بی ظلم و فساد از بین ببری. پس من انسان منتظر این معرفت رو باید داشته باشم، ظلم نکنم، فساد نکنم، تباهی نکنم. من انسان منتظر توجه به مسائل الهی داشته باشم. برای همینه برای تکمیله این روایت نبی اکرم امام صادق میگه سخت رسیدن به این معرفت، باید از خدا کمک بگیرید. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. یعنی دریچه ورود شناخت به دین میشه شناخت امام. امامو اگه خوب بشناسیم مسیر زندگیمون درست میشه. تابلوهایی که تو خونه نصب میکنیم چقدر رضایت امام توش هست؟ لباسمون چقدر رضایت امام توش هست؟ لقمه هایی که تو زندگی میاریم چقدر رضایت امام توش هست؟ حسن خلق و رفتارهایی که داریم چقدر رضایت؟ ببینید اینا همون نشون دهنده معرفته. هر چقدر بیشتر رعایت بکنیم، یعنی حجت خدا را بهتر شناخته ایم. هر چقدر دستورات نبی اکرم، دستورات ائمه، دستورات قرآن و اطرت رو انجام بدیم، نشون دهنده معرفت ما نسبت به امامه. یعنی اهل سنبل کردن نباید باشیم ما، درست و همون داریم در روایات مجدون فی طاعت الله، جدیت در اطاعت خدا داشته باشیم، انسان با معرفتی هستیم انشاءالله. حالا یه سوالی عزیزی پرسیدن، گفتن مثلا مردم عادی که محب اهل بیت هستن اما به هر صورت مقید به انجام واجبات و ترک محرمات نیستن، حالا بالاخره انسان‌های معمولی به این شکل هستن، اینها این گروه آدم‌ها جزء یاران امام زمان حساب میشن یا نه جزء معاندین و معاندین و دشمنان امام زمان؟ یاران امام زمان سه دسته هستن آقای اسماعیلی. دسته ای هستن جزء اون 313 نفر که رده اول دیگه واقعا اونا انسان‌های شاخص هستن، معرفتشون بالاست، صلابتشون و دینداریشون بالاست، به این سادگی گناه نمی‌کنن. ببین انسان‌هایی که شب‌ها رو به عبادت، روزها رو به روزه می‌گیرن، انسان‌هایی که از گناه بدشون میاد، ببین این درجه اول هستن، جز اون 100%ی هستن. اما گروه دوم دسته‌ای هستن که در زمان ظهور حضرت جز یاران حضرت هستن، اون تا کمک میکنن این 313 تا را که حضرت در روایات داریم 10,000 تا 10,000 تا هستن. اینا با یک فاصله با اون 313 نفر امام را یاری میکنن. دسته سوم نه، جز کسانی هستن که همراهی میکنن. در زمان غیبت الان انسان ها دوران تمرینه که انسان بتونه جز کدوم دسته از اینها قرار بگیره. این نمیشه که بگه من امام را دوست دارم، امامو توجه دارم، اما فرامین امام رو انجام نمیدم، گوش به حرفش نمیدم، بعد بخواد جزء اون 313 تا هم باشه. نه، اگه واقعا این به قول معروف سبدی هست برای انسانهای منتظر، انسان هنرمند باشه که بتونه نسبت به ولی خدا و حجت خدا چقدر خودش رو نزدیک بکنه. مثلا نسبت به حاجتهایی که میخوایم، بعضی ها دیدید دیگه مثلا امام هر وقت گرفتارن یاد امام میفتن.
خب این امام رو یه کمیته امداد دیده، هر وقت گرفتار یاد امام میفته. اما وقتی که حالش خوب باشه، زندگیش خوب باشه، سر کیف باشه، سر دنگ باشه، توجهی به امام نداره. مثلا این بنده خدایی میگفت ما فهم کنیم فقط مثلا امام زمان در حرم، حرم حضرت معصومه امام رضا، جاهای معنوی، شب قدر و اینها، شب عروسی و شب جشن و جایی که ممکنه خدای نکرده گناه و معصیت باشه، یادمون میره که اونجا هم امام زمان هست و ما رو نگاه میکنه. همین. یا مثلا الان خانم بزرگوار وارد حرم میشه، چادر نداره، به چادر میدن میپذیره، بیرون چادرشو ور میداره، این نگاهش به مسئله دینی بخشی از مسئله نگاه میکنه. اینه که عزیزمون سوال کردن که من مثلا جدیت ندارم به انجام واجبات، یعنی آدم مقیدی نیست. با طبیعیه که خیلی هم انتظار نباید داشته باشه که اون جز اون رده های اصلی باشه. خدا این قدرت و توان رو به همه ما انسان ها داده. خدا انقدر ما رو دوست داره، امام انقدر ما رو دوست داره که ما اگه توجهی به او بکنیم، او بسیار بسیار به ما توجه خواهد کرد. اینجاست که حیف انسان از این ظرفیت استفاده نکنه. چقدر میخوایم عمر کنیم آقای اسماعیلی؟ 100 سال، 200 سال، ما که بخیل نیستیم، انسان 500 سال همه زنده باشید. ولی چقدر فرصت داریم که بتونیم خودمون درست کنیم و بتونیم مثل ولی خدا خودمون رو نزدیک بکنیم، دارای آدم‌های صادقی باشیم، اهل امانتدار باشیم، اهل عبادت باشیم. اینا تو این فرصت‌ها رو نباید از دست داد. انسان به نفع احسن بتونه از این فرصت‌ها استفاده کنه. حیفه. میگه یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشیم، شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم. اون لحظه که نگاه مهربانانه امام زمان علیه السلام متوجه ما هست، اگه خدایی نکرده همون لحظه در مشغول گناه و معصیت باشیم، یا حالا نمیدونم چه اتفاق میفته با اون نگاه امام زمان علیه السلام، خدایی نکرده در معرض گناه باشیم، چقدر خوبه که همیشه مواظب اعمال و کردارمون باشیم که اگر آقا یک نگاه بهمون کرد، اون نگاه برای همیشه تو زندگی ما به یادگار بمونه. به عنوان سوال آخر که البته بخش عمده از مخاطبین عزیز ما هم زائران و مجاوران خانم ها هستن و بینندگان و شنوندگانی که از طریق رادیو و تلویزیون برنامه ما رو میبینن، گفتن جایگاه زنان در عصر ظهور امام زمان علیه السلام به چه شکل هست، که البته یه روایتی هم هست که ظاهرا 50 نفر از یاران حضرت اون ویژه ها جز 313 نفر از زنان هستن، این هم درسته؟ من یه مقدمه عرض کنم. نکنید زنان همون جوری که در زمان خود نبی اکرم مثل خدیجه سلام الله علیها، حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها، خیلی اینها همراهی کردن اهل بیت و قطعا در زمان ظهور امام زمان را هم بانوان یاری خواهند کرد. نکته که وجود داره و اون اینه که در دوران غیبت مسئولیت بسیار سنگینی در اختیار بانوان و بزرگوار ما هست، اونم تربیت نسل منتظر هست. یعنی چرا میگن انسانها نسبت به این مسائل تربیتی مهمه؟ مادر بزرگوار، شما ببینید حضرت اسماعیل مادر بزرگوار خوبی داشته شده، اسماعیل امیرالمؤمنین مادر خوبی داشته، حسنین مادر خوبی داشتن. تو همین زیارت وارث هم که میگیم اشهد انک کنت نوراً فی الاسلام شامخ. ناکنید اینا نشون دهنده اینقدر اثر داره مسائل تربیت. پس زنان نه در زمان ظهور، حتی الان هم بسیار اثرگذارن برای زمینه سازی برای ظهور امام زمان. در زمان ظهور حضرت هم بله، ما در روایات داریم، در بعض از روایات که اشاره کردید از اون 313 نفر میگن معهم، با اون 313 نفر 50 تا زنن. بعضی میگن نه، روایات داریم جزئی از اون 313 نفر 50 تا زن هستن. جمع دو روایات هم مشکل نداره. چقدر خوبه که همون 313 نفر 50 تا زن باشن و 50 نفر هم با اون 313 نفر هم همراهی بکنن. پس زنان هم نقش مدیریتی دارن در زمان ظهور حضرت و هم نقش همراهی دارن همراه یاران امام زمان علیه السلام. نشون میده که بسیار حضور بانوان پررنگ خواهد بود و انسانهای هستن که بتونن جریان رو برای حکومت امام زمان علیه السلام جلو ببرن، همونجوری که الان هم در زمان غیبت وظیفه تربیت بسیار سنگین هست به عهده بانوان بزرگوار هست. بسیار خب، خیلی متشکرم از شما جناب نصوری، خیلی لطف فرمودید، با صبر و حوصله و با اطلاع کامل پاسخ سوالات عزیزان ما رو دادید. از همه عزیزانمون زائران و مجاوران حرم کریمه اهل بیت ممنون و سپاسگزار هستم. انشالله که خداوند توفیق زیارت با معرفت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو نصیب شما دوستان بیننده بفرماید به همین زودی انشاءالله. التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون.